درود و آفرین به فیزیکای یکایک که شما همراهان رسانه ایرانگرا. باز هم با شما هستیم با یک برنامه دیگه، یک جستار دیگه در پی جستار هفته پیشین که از جشن ها با شما سخن گفتیم، جشن های ملی، میهنی و آینی و سنتی کشورمون، جشن هایی که ریشه در فرهنگ سرزمینمون داره. با شما از جشن ها در پیشگاه بانو دکتر آرتمی صبورای نازنین سخنانی رو داشتیم و گفتگو کردیم و در این برنامه رو پی میگیریم، جشن ها رو پی میگیریم و جشن هایی که جشن های سرزمینمون هستن رو برای شما یک به یک نام میبریم و از اونها خواهیم گفت. درود و آفرینم به پیشگاه شما دکتر آرتمیس اهورای نازنینم. درود بر شما بانو پردیس گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه امروز. بانو پردیس، همونطوری که فرمودید، ادامه جستار جشن های ایرانی رو با هم خواهیم داشت. اگر که بینندگان یادشون باشه، در برنامه پیش ما تا پایان جشن مهرگان رو براشون توضیح دادیم، مراسمش رو توضیح دادیم، روزی که انجام میشه و ریشه و خاستگاه جشن ها رو. امروز که داریم در واقع نزدیک هم میشیم یواش یواش به شب چله، از جشن شب چله یا به روایتی میشه گفت جشن شب یلدا آغاز میکنیم. جشن چله یا جشن یلدا در واقع نقطه چرخشی است که بلندترین شب زمین در اون شب هست و در پایان آذر ماه و روز پیش از آغاز دی هست. در واقع در این شب ما بلندترین شب رو داریم و شب زایش خورشید یا مهر رو جشن میگیریم، به مناسبت اینکه میگیم سیاهی و تاریکی و در واقع دوران اهریمن میتونه کوتاه بشه و نور و روشنایی و خورشید در واقع زایش پیدا میکنه. این جشن بسیار بسیار کهنه، در واقع از جشن هایی است که از دوران آیین مهر پرست در ایران باقی مانده. شب زایش ایزد مهر یا خورشید بوده و خب نام شب چله رو از اینجا ما بهش دادیم که در واقع 40 روز از آغاز پاییز در واقع میشه گفت گذشته، چون سالیان تقویم پیش از اسلام ایران یا تقویم زرتشتی 30 روزه بوده و این رو به اون عنوان میگرفتن که در اینجا نقطه ایست که 40 روز مونده به زمستان و یا میشه گفت 40 روز در پایان، به اصطلاح پایان گذشته از پایان دروی محصولات. در واقع در این شب ما مراسم گوناگونی رو از دیرباز داشتیم و به ویژه اینکه نوشیدنی ها و خوردنی های این شب در واقع همه از به اصطلاح رنگ و میشه گفت نور و قرمزی و سرخی به اصطلاح ایزد مهر گرفته شده، ولی در پس از دوران زرتشت هم این رنگ سرخ به همراهی کرده با شب یلدا یا شب چله. و نام یلدا رو ما از در واقع زبان سوریانی گرفتیم که از ریشه یکی از ریشه های زبان آرامی است و اونها هم به این شب در واقع شب زایش نامیده می شده، زایش خورشید رو اونها هم جشن می گرفتن که میگم از همون دوران آیین مهر باقی مونده، ولی نام اصلی فارسی شما باید همون شب چله بنامیم و جمع شدن خانواده ها دوره هم دوباره به مناسبت یکی دیگه از جشنهای ایرانی، سیستم یا به اصطلاح شیوه زندگی مردم ایران بوده که دوره هم جمع بشن و بخورن بیاشامن و جشن و پایکوبی داشته باشن. ویژه این شب داشته به ویژه میوه های سرخ رنگ مانند انار، مانند هندوانه و شعری که از حتی دوران پیش از اسلام ما در این شب
بودیم و داستانهای گوناگون رو میخوندن زیر کرسیها در بخشهای گوناگون ایران و شب طولانی ترین در واقع شب سال رو با خوردن و آشامیدن و آجیل و شعر و به اصطلاح چامه به سر می آوردن. یکی از زیبایی‌های جشن‌های ایرانی بانو پردیس اینه که این جشن‌ها هیچ کدوم قراردادی نیستن، یعنی جشن‌هایی هستند که طبیعت به انسان انگار دیکته می‌کرده و انسان می‌آمده بر اساس زیبایی‌های هر شب در هر مناسبت طبیعی خوراکی‌های ویژه اون زمان رو، خوراکی‌هایی که اون زمان بیشتر پیدا می‌شده رو بر سر سفره می‌گذاشته و این فلسفه با هم بودن و خانوادگی بودن جشن‌های ایرانی رو در هیچ جای جهان این حد پیدا نمی‌کنید. یعنی ما در هیچ مناسبتی از جشن‌های ایرانی نمی‌بینیم که جشن مجردها فقط باشه یا جشنی باشه که بچه‌ها رو شما نتونید توش بیارید یا مراسمی باشه که خوشایند نباشه برای یک سری از خانواده‌ها یا یک سری از مثلا اصول اخلاقی. برای همین زیبایی جشن‌های ایرانی در این خانوادگی بودن، با هم بودن و دور هم جمع شدن و از حال هم خبر شدن، به ویژه برخوردار بودنشون از این ویژگی هاست. یکی از زیبایی های شب چله اینه که شعرخوانی در واقع به نوعی برای ایرانیان گذشته و تاریخ رو دوره کردن بوده، مرور کردن بوده، مانند شاهنامه خوانی و مانند جشن های دیگری از این قبیل، از این دست که در همه شعرخوانی در زندگی ایرانیان یک نوعی در واقع داستانگوییست، به روایتی تاریخگوییست در قالب داستانهای گوناگون. اگر شما پرسشی دارید خواهش می‌کنم بفرمایید تا من بعداً وارد جشن سده بشم. خیلی ازتون سپاسگزارم. چقدرم زیبا هستن این جشن‌های ما، به ویژه همین ویژگی که شما فرمودید، دور همی‌های خانوادگی. و بانو آرتمیس، من میدونم که یک چامه‌هایی هم گویا در شب چله خیلی رسم بوده، خونده می‌شده در مورد همین شب چله بزرگه، چله کوچیکه. نمیدونم جریان این چله بزرگه، چله کوچیکه، اگه میشه یه مقداری برامون بیشتر بگین چجوری هستش و یه مقداری از این فرزانش و نگرش مردم در مورد گاه شماری که وجود داشته اگر برامون بیشتر بگید سپاسگزار میشم. بانو پردیس، در واقع ببینید این شعرخوانی ها یا چامه سرایی ها در زبان آهنگین فارسی بوده، یعنی زبان ما از دیرباز تاریخ، هم زبانی که ما از دوران پهلوی اشکانی، ساسانی، پهلوی دوران هخامنشیان و حتی پیش از اون در همه ایران به اصطلاح زیر مجموعه های زبان فارسی یا بخش بخش هایی که در قسمت های گوناگون ایران صحبت میکردن، هممون به صورت آهنگین سخن میگفتیم. بزرگترین کتاب آهنگین یا چامگونه خود گادهاست در اوستا، گادهای سروده های زرتشت، همه آهنگین هستند. در نتیجه ما مردم شعر و چکامه بودیم و این در ذات این مردم میجوشیده و شاید نشاید حتما اینو تمام به اصطلاح کسانی که روی پژوهش‌های روی ادبیات کشورهای گوناگون کردن همواره گفتن که شاید داستان نویس‌ترین مردم جهان انگلستان هست، مردم انگلستان هستند که تئاترها و داستان‌های گوناگونی رو ازشون می‌بینیم در تاریخ انگلستان باقی مانده که جز شاهکارهای ادبیات جهان هستند، ولی شاعرترین مردم جهان ایرانیان هستند و به گرد پای ایرانیان از نظر تعداد، حجم شعر و اسقسی که به اصطلاح شعر داره، یعنی ساختار شعر و چکامه در ایران و نیرو و توان و به اصطلاح قدرتی که شعر در ایران داشته و درست بودن نکات گوناگونش از نظر ادبی در جهان مانند نداریم ما.
و بنابراین میبینیم که از دیرباز در هر بخش ایران شعرهای فولکلور خودشون رو میخوندن به مناسبتهای گوناگون، به ویژه در شب چله. حتی داستانهای فولکلور مناطق گوناگون رو پدر بزرگها و مادر بزرگها برای بچه ها و نوه ها در خونه اینها رو میخوندن و این شعرها میچرخیده در بستا زبان به زبان، نسل به نسل میرسه به نسلهای پسین، که خود زرتشتیان مثلا در زرتشتیان پارسیان هند، یعنی اونهایی که هزار سال پیش، بیش از هزار سال پیش مهاجرت کردن به هند، اینا برای خودشون حتی شعرهای خودشون رو دارن. و هنگامی که شما در همین امروزه در آتشکده ها جمع میشین به مناسبت های گوناگون، مثلا در جشن سده یا در نوروز یا همین جشن سوری یا جشن مثلا شب چله، به مناسبت های گوناگون که شما جمع میشین، اینا شعرهای خودشونو حتی دارن. یعنی پارسیان هند شعرهای فولکلور خودشونو دارن که آمیخته است از داستانهای اساطیری ایران مانند شاهنامه و خدای نامه های گوناگون و آمیخته شده با داستانهای بومی هندوستان و داستانهایی که این قوم پارسی به اصطلاح در هزار و اندی سالی که در هندوستان بودن براشون پیش اومده و ساخته و پرداخته کردن. و اینا خیلی برای من زیباست، برای اینکه میبینیم که قدرت فرهنگ ایرانی چگونه است که هر جا که رفته حتی تونسته فرهنگ محیط اطرافش هم آمیخته کنه با فرهنگ خودش و از دل اون فرهنگ ایرانی رو در هزارها زنده کنه و بارورتر کنه و بالنده تر کنه. بنابراین شعرها خیلی خیلی گوناگون هستند در بخش‌های مختلف ایران و جهان. اما درباره چله کوچک و بزرگ، خب ما میدونیم که در واقع میشه گفت که این فاصله بین 10 روز آغاز دی ماه رو اینها به عنوان سردترین به اصطلاح هنگام زمستان میگرفتن و به ویژه بین 11 تا 15 دی رو خیلی خیلی سرد بوده و اینها رو آمده بودن به عنوان میانه زمستان در نظر می گرفتن. برای همین هم در واقع از پایان آذر تا 15 دی رو، از آغاز پاییز تا 15 دی یا 10 دی رو، حالا متفاوت بوده در زمانهای گوناگون تاریخ، ولی این رو میگرفتن چله کوچیک که میگرفتن سرما، یعنی کمتر هنوز بوده. از اون زمان تا پایان سال رو میگرفتن به اصطلاح چله، ببخشید، میگرفتن چله بزرگ، اون رو میگرفتن چله کوچیک، برای اینکه دیگه میرفته به سمت بهار و ایران به ویژه از آغاز اسفند ماه سرما دیگه تقریبا از بین میرفته و درختان شروع میکردن به شکوفه دادن و جوانه زدن و برگ آوردن و نوسازی و بازسازی طبیعت و آغاز به اصطلاح بهار خودشون رو آماده میکردن. اون میشده چله کوچکتر که یعنی میگفتن که دیگه زمان کمتری از سرما باقی مانده. اما حالا از همه اینا گذشته، مهمترین بخش از شب یلدا یا شب به اصطلاح چله اینه که ما یاد بگیریم که با هم بودن رو تجربه بکنیم، یعنی با کسانی که ممکنه خیلی از در عرض سال کمتر میبینیمشون توی این مناسبت‌های بزرگ نوروز و شب چله که بزرگترین جشن‌های به اصطلاح باقی مانده ایرانیان هستن، یعنی در فرهنگ عموم بیشتر این دوتا جشن گرفته میشن، هرچند که از نگر خود من مهرگان هیچ کم از اینها نداره و جشن سده همین گونه است. اما خب این دو مناسبتی که شاید بشه گفت در تمام 22 کشور حوزه نوروز هم این شب چله رو جشن میگیرن، به ویژه بهتر هست که ما همه دلخوری ها و کدورت هامون رو بتونیم بذاریم کنار و این رو یه در واقع مناسبتی بکنیم برای زایش مهر و محبت از نو در قلب هامون و این رو در کسانی رو که حتی در عرض سال کمتر میبینیم به ویژه رسیدگی کنیم به کسانی که تنها هستند و ممکنه مسنتر باشن و فامیلاشون بچه هاشون در
کنارشون نباشن، یا کسانی که در سراهای سالمندان هستن به ویژه در این مناسبت های وسط میانه زمستان به اصطلاح، حتما یک زمانی رو با اونا بگذرونیم و برای اونا خوراکی ببریم و زمانی رو به اونا اختصاص بدیم برای اینکه بدونن که ما ایرانی ها همه با هم یکی هستیم، حتی اگر فرزند خودمون نباشن، حتی اگر ما تنها هستیم یا سالمند هستیم یا بیمار هستیم، ایرانیان دیگه با ما همدلی و همراهی میکنن و این جشن رو میان و در کنار ماها میگذرونن به عنوان بخشی از همون محبت و دهشمندی که ما در گاهنبارها هم داشتیم در شب چلم انجام بدیم. حالا میریم خیلی سراغ ازتون سپاسگزارم بانو آرتمیس نازنین. البته اگر پروانه داشته باشم، من چون یک برنامه دیگری ما پیشتر داشتیم در مورد همین جشنهای ایرانیان، یه پژوهش کوتاهی من داشتم، یک یادواره‌ای بود و من گشتم همین اکنون که شما داشتید سخن میگفتید گشتم این رو پیدا کردم و اون چامه ای که زبان به زبان چرخیده بود و مونده بود رو من یافتم توی اون برنامه، من این رو گفته بود. اگه پروانه بدید یه کوتاه این رو هم بگم و به این نگرش و این پژوهش شما که یادواره خیلی قشنگی بود از جشنهای سرزمینمون، این رو هم بیافزاییم که از قلم نیفت و جا نمونه. که این بحث خانوادگی که شما گفتین و پیش کشیدین خیلی زیبا هستش که بدونیم که در اندیشه ما ایرانیان درست همین گونه بوده، چله بزرگه رو داشتیم و چله کوچیکه، که اینها به شکلی به چشم یک دو برادر در واقع بهشون نگاه می شده. چله بزرگه چله کوچیکه چارچار رو داشتیم، احمن و بهمن رو داشتیم، سیاه بهار و سرما پیرزن بوده. اینا در افسانه ها و داستان های ما بوده و سینه به سینه چرخیده. شاید برای بچه ها بسیار زیبا باشه و جذاب و شنیدنی باشه و به این شکل و رویداد بتونن رو بهتر یاد بگیرن. چله بزرگه نخستین روز دیماه بوده همونطور که شما فرمودین تا دهم بهمن ماه و چهل روز کامل بوده. چله کوچیک یازدهم بهمن بوده تا پایان بهمن ماه که 20 روز کامل بوده. به همین روی چون 20 روز کمتر از کمتر هستش چله کوچیکه نامیده می شده. این دوتا برادر که همون چله بزرگه و چله کوچیکه باشن، در 8 روزی که در کنار همدیگه هستن، 8 روز کنار همدیگه هستن، این 8 روز رو بهش می گفتن چار چهار. اینا عبارت ها و واژگانی هستش یا اصطلاح هایی هستش که از اون روزگار مونده و همه اینها یک چمی داره در از نگاه ستاره شناسی و تاریخی که در واقع روز گاه شماری باید بگم. به اون چار چار میگفتن. به چار روز آخر چله بزرگو و چار روز اول چله کوچیکه میگفتن چار چار. پس از چار چار نوبت احمن و بهمن میشده که پسران پیرزن یا همون ننه سرما در واقع میرسیده. خب میدونید روز ننه سرما هم که با امونوروزی که شما در بخش پیشین هم ازش سخن گفتید یک پیوستگی داره. در روز نخست اسفند رو احمن میگن و ده روز دوم اسفند رو بهمن میگن. این 20 روز ممکن هستش انقدر بارندگی باشه که این دو برادر به دو چله طعنه بزنن، یعنی که از دو چله هم بخوان دیگه بگذرونن حد رو. با توجه به این قدیمی های ما و این پیشینیان و نیاکان ما، یک چامه بسیار زیبایی رو میخوندن. گفتن احمن و بهمن آرد کن صد من، روغن بیار ده من، هیزم بکن خر من، عهده همه با من. این یک چامه بوده که از اون روزگارا میمونده و تو اون شب همین رو میخوندن. تا اینجا 20 روز از اسفند به نام احمن و بهمن نامگذاری میشه. میمونه 10 روز آخر اسفند ما که 5 روز نخست رو بهش میگفتن سیاه بهار، که سیاه بهار نام گرفته و یک شعر و چامه ای هم داشته، میگفته سیاه بهار شب ببار و روز بکار. از این شعر هم مشخص میشده که در این زمان شبها بارندگی فراوان بوده و روزها کشاورزان دست به کار کشت و زراعت میزنن. اینها چیزهایی بوده که برای ما مونده و 5 روز واپسین هم سرما پیرزن نام میگرفته که در این روز آسمون گاهی ابری، گاهی آفتابی، گاهی همراه با باد و بیشتر اوقات هم از آسمان پر از تگرگ بوده که قدیمی ها دل پاکی رو داشتن و به این باور بودن که
گردنبند های پیرزن پاره میشه، اون مهره های مرواریدی گردنبند پیرزن پاره میشه و این مهره ها داره به زمین این گوهره ها میباره. این شاید یه داستان زیبایی باشه برای به ویژه کودکان که دوست دارن اینها رو یاد بگیرن و این رو برای کودکان در اون شبای دراز یلدا یا شب چله خیلی از بزرگترها میگفتن از پیشینیان ما، و سینه به سینه گشته تا رسیده به اینجا و در دلش ما احمن و بهمن رو یاد میگیریم، اینکه چگونه بوده و چله بزرگه چی بوده، چله کوچیکه چی بوده. اینا قشنگ بود شاید که برای اینکه بچه‌هایی که شاید این برنامه رو ببینن یا پدر مادرایی که فرزندانی دارن بخوان، همونطور که شما در برنامه پیشین فرمودید، برای بزرگوارانی که دوست دارن به بچه هاشون نسلهای دیگه بخواین اینها رو یاد بدن، میتونه خیلی زیبا باشه از این داستان ها بهره بگیرن و اینها باید سینه به سینه به چرخه بمونه برای نسل های آینده ایران. برای همین دوست داشتم این رو حتما اینجا به سخنانی که شما بیافزایم. خیلی سپاسگزارم بانو آرتمیس نازنین، و اگر که مایل باشید بریم سر جشن سپسین. جشن میانه زمستانه. جشن میانه زمستان به مناسبت سپاسگزاری از آتشه، و آتش می‌دونیم که در فرهنگ ایرانی سمبل نوره و سمبل روشنایی است و سمبل پاکی و درستی است. در نتیجه در تاریخ ایران حتی در دوران پیش از زرتشت ما جشن صده رو داشتیم، به خاطر اینکه آتش در زندگی ایرانیان از زمانی که کشف شد، که ما توی داستان‌های شاهنامه و حتی در داستان‌های درون اوستا هم این رو می‌بینیم، درباره هوشنگ، هوشنگ شاه پیشدادیان، که نخستین بار میگن کشف آتش در دوران هوشنگ در ایران انجام شد، که هنگامی که یک سنگ آتش زنه رو پرت میکنه که یک ماری کنار یک سنگی بوده بزنه که اون مار بره، میخوره به اون سنگ و جرقه میزنه و اولین در واقع جرقه‌ای که تولید آتش بکنه در ایران رو هوشنگ رو پدر آتش میدونن. و از این روی هم هست که این جشن شاید خیلی پیش از دوران زرتشت هم برگزار می شده، اما از دوران زرتشت به بعد ما دقیقا این رو به صورت مدرک و سند دیده شده در ایران به طور مرتب این رو دیدیم با تمام مراسمی که امروزه به ما رسید از طریق زرتشتیان و در واقع میتونیم بگیم پارسیان هندم که اینو به هندوستان بردن و امروزه در هندوستان هم جز جشنهای بسیار بزرگ و مطرحی است که برگزار میشه هر سال و حتی غیر هندیان هم در اون شرکت میده، غیر پارسیان هم در اون شرکت میکنن. در واقع در جشن صده آتشی که آتش بزرگی که بیرون از آتشکده ها برپا میشه، از دیرباز فرزندان ایران زمین پسر بچه ها نخستین جمع کردن چوب رو پیش از بستن کشتی انجام میدادن و با پدرها و برادرها بزرگترشون میرفتن به صحرا و چوب جمع میکردن برای جشن صده، و هنگامی که پسر بچه های که در سن کشتی بستن بودن این کار رو میکردن، برمیگشتن خونه، اون باری از چوب رو که میابردن به مناسب نخستین به اصطلاح جمع کردن چوب در سالی که شامل کشتی بستن میشدن یا به سن میرسیدن در واقع، براشون جشنی در خونه گرفته میشد و از آتشی که از چوبی که اونها جمع کرده بودن نخستین آتش اون جشن صده رو در خونه برپا میکردن. چیز زیبا، من نمیدونستم که یه همچی آینی هست، که باید اونا به سن بلوغ که میرسن، بزرگ که میشن، باید نخستین چوبا رو جمع کنن. بله، فرزندانی که به سن کشتی بستن میرسیدن، این چوبی که جمع میکردن میآوردن به خونه،
به هر حال براشون جشن گرفته میشد و خوراکی و فامیل و اینا دور هم جمع می شدن توی خونه به مناسبت اون فرزند خاص. اما جشن سده معمولا به خاطر اینکه در بیابون در بیرون روستاها برگزار می شده، آتش بسیار بسیار بزرگی که تمام اهل روستا یا شهر یا به هر حال اون بخشی که مردم توی زندگی می کردن جمع می کردن و آتش بسیار بسیار بزرگ بوده، بنزه شاید یک ساختمان 3-4 طبقه آتش به اون بزرگی رو برپا میکردن که همین امروزه هم در جشنهای سده در آتشکده های سراسر جهان آتش بسیار بسیار بزرگ برپا میشه و شاید فقط در برخی از جاها مانند کالیفرنیا یا استرالیا به خاطر اون اقلیم خشک و خطر آتش سوزی اینها باید در این محوطه حفاظت شده تر این آتش رو برگزار کنن و حتما هم دور و برشون آتش نشانی و این حرفا وای میسه. اما به هر حال این جشن یکی از جشن‌های بسیار بسیار مهم ایرانیانه. من خواهش میکنم از تمام خانواده ایرانی که این جشن رو آغاز کنید، اگر تاکنون انجام نمیدادید برگزار کنید و خان و سفره اون به اصطلاح صده رو حتما برپا کنید. جشن صده در این نخستین بار پس از اسلام توسط مرداویج زیاری در اصفهان با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد و اینو واقعا ایرانیان مدیون مرداویج هستند که مجمرهای بزرگ آتش رو در کنار زاینده رود برپا کرد و جشن صده رو ایجاد کرد برای یعنی پس از اسلام دوباره زندش کرد در ایران و تا به امروز هم به ما رسیده. در این جشن صده ای که مرداویج برگزار کرد کباب داد به عموم، خوراکی های گوناگون داد و یک جشن بسیار مجللی گرفت، هرچند که ما پیش از اسلام دقیقا به همین جلال و شکوه این جشن رو برگزار میکردیم و به ویژه مدارکش هست که در تخت جمشید و در تمام دوران هخامنشیان در دوران اشکانیان و ساسانیان این جشن به همون شکوه جشن نوروز و مهرگان برگزار می شده و سپاسگزاری و در واقع ارج گذاری بر نور، راستی، درستکاری، آتش به طور کل انجام می شده و خوراکی پخش می شده بین مردم و این دهشمندی و این سفره‌هایی که ثروتمندان به مناسبت جشن صده برگزار می کردن همواره قابل توجه بوده. در جشن صده آتش نیایش خونده می شه از سوی موبدان و افراد دور آتش دست همدیگر رو میگیرن و شعرهای فولکلور های محلی هر شهر اونجا میخونن. در واقع یادمون باید باشه که جشن صده که در دهم به اصطلاح بهمن ماه برگزار میشه، معتقد هستن که چون 50 روز مونده به سال نو، 50 روز و 50 شب مونده، برای همین صد رو گرفتن به نام صده، یعنی صد روز و شب مجموع روز و شب مونده تا نوروز و این شب شبی است که آتش بیش از همیشه در بین ایرانیان ستایش میشه. میگم که نیا آتش نیایش هم باید حتما خونده بشه. و میرسیم حالا و به ویژه این نکته خیلی مهمه، در سال 2017 در به اصطلاح تاجیکستان جشن صده به عنوان یک جشن ملی از سوی دولت نامگذاری شده و از سال 2017 هر سال تا کنون جشن صده در تاجیکستان با شکوه هرچه تمامتر گرفته شده. حالا میرسیم به سپندار مزگان. سپندار مزگان جشنی است برای مادر زمین، جشن عشق، جشن زمین، جشن دوستی است و این فرهنگ در واقع جشن گرفتن برای سپندار آرمیتی یا مام میهن یا مام زمین از ایران به همه جهان معرفی شد. ما نخستین ملتی هستیم در جهان که نام زمین رو گذاشتیم مادر زمین و چون مادر زمین سمبولش زنانه است، این روز روز زن هم شمرده شد و روزی است که گرامی داشته همه زنان از مادر زمین و همه زنان و همه موجوداتی که در واقع مادینه هستند در روی زمین گرفته میشه و شکرگزاری است به اون مناسبت و ارج گذاری است به اون مناسبت. زنان در این روز جامه های نو می پوشند و هدیه و خوراکی های مورد علاقه شون رو از همسرانشون، پدرانشون، برادرانشون می گیرند و در واقع روزی است که زن
زن بر تخت نشانده میشه یا زن بر جایگاه بالا نشونده میشه و همه پایین تر از زن می نشینند. برای همین هم مادر بزرگان در این روز جایگاه ویژه‌ای داشتن، به دیدن مادران و مادر بزرگان می رفتن خانواده ها و همواره این روز رو ما به جهانیان به عنوان روز زن معرفی کردیم برای گرامی داشت زن. و البته که ما میدونیم که تمام داستان‌های عاشقانه جهان از دیرباز در ایرانیان رواج داشته و در این روز بازخوانی می‌شده. ما از دوران خسرو و شیرین ما میدونیم که به اصطلاح جزء مثل رومئو و جولیت انگلستان میمونه، مثل رومئو و جولیت تاریخ و ادبیات غرب میمونه. برای ما خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد، ویس و رامین، اینها همه در واقع داستان‌های عاشقانه است که در این روز خوانده میشن و برای فرزندان بازگو میشن، برای اینکه بیاموزن مهر و عشق و جایگاه زن و مهری که بین به اصطلاح زن و مرد بایستی در زمین پایدار بمونه و مهر به مام میهن و مهر به مادر زمین. خب این روز هم مانند همه روزهای دیگه خانی انداخته میشه. معمولا رنگ این خان هم سرخ است و معمولا میوه ها و آجیل و دانه های خوراکی گوناگون بر سر سفره گذاشته میشه، ولی مهمترین نکتهش اینه که خوراکی های اون این روز رو مطابق ذائقه و علاقه بانوان خونه میپزن و معمولا روز بانوانه. بله، و معمولا هم در این روز همه چیز حول محور بانوی خانه میچرخه و در واقع روزی است که هر بانو در خانه خودش یک شهبانو است، یک ملکه است و بر تخت نشسته. بانو آرتمیس نازنین، یک پرسش اینجا هستش. خیلی ها همیشه این دوگانگی بنا به تقویم و گاه شماری که ما در پیشتر داشتیم و سپستر این گاه شمار دگرگون شدهش، از دو تاریخ متفاوت و دو روز متفاوت و دگرسان رو خیلی ها سپندار مزگان جشن میگیرن. برخی 29 بهمن رو به نام سپندار مزگان میشناسن، برخی 5 اسفند رو. اگر که نمیدونم شما دیدگاهی دارید نسبت به این، کدومش درست‌تر هست و چرا؟ اگر که مایل هستین رو هم بگید که مردم بدونن به راستی کدوم رو باید جشن بگیرن. ببینین، همین 29 بهمن رو، برای اینکه تقویم خب عوض شده، ما دیگه تقویم 30 روزه نداریم. قبل از این ما 30 روزه تقویممون، یعنی تقویمی که در دوران پیش از اسلام بود، 30 روزه بود و همه ماها 30 روزه بودن و بعد اون تعداد روزی که کم می اومد اون 5 روز رو اضافه می کردن به آخر سال و هر چند سال یک ماه رو به سال اضافه می کردن. اما اکنون دیگه نیازی نیست به این کار و چون که تقویم ما تقویم خورشیدی است که همه ما می دونیم که خیامی تقویم جلالی رو به اصطلاح برای همه جهان درست کرده که دقیق ترین تقویم جهان هم هست، از تقویم میلادی و قمری و همه اینها خیلی دقیق تره و دقیقا بر اساس چرخش خورشید و به اصطلاح منظومه شمسی گذاشته شده. در نتیجه بهتر همون 29 بهمن ماه رو بگیریم که میشه 18 فوریه. هرچند که من میبینم متاسفانه در ایران مردم ایران این 14 فوریه رو، روز ولنتاین رو جشن میگیرن، اما 4 روز بعدش که روز سپندار مزگان هست رو خیلی جشن نمیگیرن، در حالی که همه اینها به خاطر اینه که آموزش تاریخ ایران، آموزش فرهنگ ایران در ایران انجام نشد و جمهوری اسلامی هم همش جلوی همه جشن‌های ایرانی رو گرفت. در نتیجه مردم اومدن جشن هایی که نمیدونستن در موردشون یا کمتر دانشی داشتن رو جایگزین کردن با جشن های غیر ایرانی
و اونها رو جشن میگیرن، ولی متاسفانه باید جلوی این کار ما بگیریم. اگر کسی دوست داره بعداً جشن ولنتاین هم داشته باشه، شما میتونید همه جشنهای عالم رو هم جشن بگیرید، هیچ اشکالی نداره اگر بعد علاقه دارید، ولی حتما ما باید سپندار مزگان رو دوباره زنده کنیم و حتما باید از خانواده هامون آغاز کنیم و اینو جایگزین ولنتاین کنیم و در این روز تمام مراسم ایرانی که دوست داریم در خونه هامون انجام بدیم و به فرزندانمون آموزش بدیم، و به ویژه در این کار پدران و مردان خیلی موثرن، نقش میتونن مهمی داشته باشن. بیگمان همینطوره. در سال واپسینی که گذشت خیلی از من پرسیدن که حالا بانو پردیس 29 بهمن رو ما جشن بگیریم یا پنجمو. گفتم اگه خیلی شک دارید بین دو شک هر دو شک رو بگیرید، از 29 شما برای بانوان جشن بگیرید تا جمع یه هفته جشن برای بانوان، به راستی بانوان سرزمین ما شایسته بهترین ها هستن. حالا نه که خودم بارها می کردیم بانو پردیس، گاهنبارها رو دقیقا ما 5 روزه جشن می گیریم تمام گاهنبارها رو، ولی چقدر زیباست که برای بانوان هم نه فقط سپندار مزگان، بلکه در به هر مناسبتی و در هر کدوم از جشنهای ایرانی به بانوانمون یک شاخه گل هم که شده هدیه بدیم و حداقل بهشون نشون بدیم که ما قدر زحمتهایی که میکشن، قدر اون مادری و دلسوزی و مهربانی که دارن، حالا چه مادر باشن چه دختر باشن چه خواهرمون باشن فرقی نمیکنه، اون مهری که بانوان ایرانی در دلشون هست، عشقی که به خانواده نثار میکنن، به میهن نشون میدن، به فرزندان نشون میدن، به بالاخره به آیین و آداب و رسوم بالاخره ملیمون دارن نشون میدن، این رو ما ازشون سپاسگزاری کنیم و هیچ ایرادی هم نداره. نشون دادن مهر و عشق در هر زمان و هر مکان همیشه زیباترینه. بیگمان همینه. خیلی هم سپاسگزارم. جشن سپسین رو بله بفهمید. چهارشنبه سوری یا جشن چهارشنبه آخرین چهارشنبه سال رو که بر اساس تقویم ایرانی در واقع میتونیم بگیم که چیزی حدود تقریبا چند روز رو جشن میگرفتن، یعنی از 5 روز آخر سال رو، چون سه شنبه آخر سال بوده، معمولا 5 روز تا پایان سال رو جشن میگرفتن ایرانیان. این جشن جشن بسیار خجسته‌ای بوده برای ایرانیان، برای اینکه جشنی بوده که معتقد بودن فروهر درگذشتگان، روان درگذشتگان و فروهرشون و ویژگی‌های نیکشون باز می‌گرده و ما رو نگاه می‌کنه، نگاه می‌کنه که بازماندگان چگونه زندگی می‌کنن و نگاه می‌کنه که جای خالی خودش در این جهان چگونه پر شده، آیا پر شده، آیا مردم هنوز مشغول غم و اندوه در از رفتن در گذشتهشون هستن، یا نشون میدن که زندگی رو ادامه میدن، سازندگی و بالندگی و شادزیستی رو دارن ادامه میدن. و برای همین هم در این چهارشنبه سوری مردم همواره اعتقاد داشتن باید خونه هاشون پاک باشه، آب و جارو شده باشه، آب پاشی میکردن دم در خونه ها رو و آتشی میافروختن برای اینکه نشون بدن به روح درگذشتگان که آتش خانه های ما روشنه. بانو پردیس اگه پرسشی داری اینجا بکنید تا من توضیح بعدی رو بدم. نه خیلی سپاسگزارم برای توضیحات بسیار خوبی که دادید برای این چهارشنبه سوری که شما فهمیدید. البته من میخوام بگم در ماه اسفند، همونطور که در برنامه پیشین هم گفتیم، فقط بیافزایم که در ماه اسفند ما جشن اسفندگان رو هم داریم، همون جشن های ماهانه، همونطور که شما در بخش نخست در برنامه پیشین فرمودین، ما هر ماه یک جشن ماهانه رو داریم. این ماهای رو هم که تا کنون از مهرگان امروز آغازیدیم گفتیم تا به اینجا، باز هر ماه ما دوباره روزی که ماهش با روز نامیده شده یا خودش یکی میشد، هر دو روز، هر دو نام، پوزش میخوام، نام روز و نام ماه وقتی یکسان میشد، اون روز رو هم جشن میگرفتیم. در ماه اسفند هم اسفندگان رو هم داشتیم. بفهمید ادامه سخن شما رو میشنم. خوراکی هایی که درست فرمودید خیلی هم درسته، خوراکی هایی که در چهارشنبه سوری میگرفتن یه ویژگی های خاص خودش رو داشته. یکی که خب ما میدونیم که آجیل چهارشنبه سوری مانند همون آجیل شب چله، آجیلی است که معمولا توش میوه هست
و هنگامی که ما میوه رو با آجیل قاطی میکردیم، تلفیقی بوده از در واقع خوراکی های خشک و تر، و این نشون میداده که اینها معمولا هم چون که برخی از این دانه ها شور بودن، اونها شیرین بودن، این تلفیق شور و شیرینی رو دوست داشتن ایرانیان و اینا رو برای این میخوردن که میگفتن هر چیز شوری چشم شور رو میتونه دور بکنه. در واقع یه جورایی آرزو برآورده کردن بوده آجیل های شب چله و شب چهارشنبه سوری، و میگفتن که اگر که این آجیل رو هر کس بخوره، آرزویی که میکنه برآورده میشه. البته این جزء چیزایی بوده که میذاشتن برای اینکه فان و به اصطلاح تفریحات، یعنی خوشی ها و به اصطلاح دلخوشی ها و سرگرمی هاش باشه، آفرین، اضافه بکنن در واقع یه جورایی. در شب چهارشنبه سوری مراسم گوناگونی اجرا میشده. یکیش این بوده که می اومدن و قاشق زنی می کردن. یعنی چی؟ یعنی که می اومدن روی خودشونو می پوشوندن با یک پارچه و از درهای خونه مختلف می رفتن و از مردم شیرینی و آجیل و خوراکی های گوناگون، مثلا آب نبات و این چیزایی که اون موقع درست می کردن برای بچه ها می گرفتن. علتش اینه که دهشمندی رو ما به مردم گسترش بدیم و اینو بدونیم که طرف رو ببینیم و بشناسیم انجام بدیم. یعنی اینکه یه جورایی جایی بوده یا مجلسی بوده این کار برای کمک ناشناس، و خیلی از افراد به غیر از اینکه می اومدن دم خونه ها و بهشون مثلا آجیل و شیرینی و اینها رو میدادن، سکه میدادن. خیلی اوقات سکه میریختن تو کاسه افراد، و خیلی اوقات هم میومدن حتی برخی ها خوراکی های خشک میدادن، یعنی مثلا گندم میدادن یا لوبیا میدادن یا حالا برنج، بعد از اینکه برنج وارد ایران شد برنج میدادن به افراد، و این یک جوری دهشمندی ناشناس به حساب میومده. از سوی دیگه ما فالگوش وایستادن رو هم داشتیم در این شب. یعنی دختران دم بخت میرفتن وای میستادن توی کوچه ها و میگفتن که اولین کسی که از کنار ما رد شه، اولین سخنی که ازش بشنویم برآورده شدن آرزومون رو نشون میده. نشون میده که ما آیا آرزومون برآورده میشه، اون سخن خوب بوده، اون سخن امیدبخش بوده یا نبوده. بنابراین یکی دیگه از این مراسم فالگوش وایستادن بوده. و یکی دیگه از کارهایی که میکردن شکستن کوزه بوده. شکستن کوزه دو تا معنی مهم داشته. یکی این که سال کهنه و سال قدیمی رو میشکنیم و فراموش میکنیم، پشت سر میزنیم، برای همین هیچ وقت بر نمیگردیم ما دیگه به گذشته نگاه کنیم. و این خیلی کار زیبایی بوده از نظر اینکه آدم ها رو، یعنی ایرانی ها رو وادار کنه به نگاه به آینده و سازندگی و به جلو رفتن، نه اینکه اسیر غم و اندوه و گذشته حالا خوب یا بدش بمونی همینطور توش گیر بیفتی. دومی مفهومش این بوده که میمدن توی اون کوزه یه تیکه زغال و یه مقدار پول میریختن و از بالای معمولا پشت بوم این کوزه رو پرت میکردن به توی کوچه. دو تا معنی هم باز این داشته. یکی این که سیاهی و اهریمن و تاریکی بره از خونمون بیرون. دوم این که پولی که ما میندازیم بیرون همون دهشمندی صدقه است، یعنی پولیه که ما از خونه میندازیم بیرون برای سلامتیمون، میدیم به هر کسی که از اونجا رد بشه اونو برداره و این به اصطلاح برای ما رفع نگرانی، رفع نگرانی. یا آره، این خیلی کار زیبایی هم بوده، یعنی در واقع یه جورایی سمبولیک بوده این کار برای البته بانو آرتمیس. من یه چیز دیگه هم این رو شنیده بودم، این شکستن کوزه ها، چون ما نیاکانمون خب توی کوزه و اینها رو داشتیم که آب نگه می‌داشتن در اون زمان، بیشتر همه ظروف کوزه بوده یا به این شکل سفالی بوده، چون سبزه میبسته در واقع به خاطر که از لحاظ بهداشتی همین، یعنی این رسم یک بخشش همین بوده که اینها دور ریخته بشه و شکسته بشه که دوباره استفاده ازش برای نشه، سال نو از کوزه نو استفاده. برای سال نو کوزه، البته بعضی نو بیاد و از لحاظ بهداشتی هم بله.
بعضی جاهای ایران کوزه نورم میشکوندن، یعنی این رسم دیگه مونده بوده و حتی وقتی هم که کوزه دیگه استفادم نمی کردن، ولی این رسم کوزه شکنی رو ادامه میدادن، برای همون که میگم سال کهنه رو بندازن دور و بگن که این سال تموم شد. معمولا خب کوزه های کهنه بوده، ولی بعدم که حتی کوزه کهنه نبوده، در برخی از شهرها مانند عراق به ویژه کوزه نو رو میگرفتن و میشکوندن، ولی و آستانه، در آستانه هم همینطور بوده، ببخشید در آشتیان، در آشتیان هم بله آشتیان هم همین کارو میکردن، در آشتیان و در عراق کوزه نو رو میشکونه. اما مهم اینه که اینو بدونن که یعنی مردم بدونن که یکی تباهی و سیاهی و تاریکی و پلیدی و اهریمن از خونه بره، یکی اینکه سال کهنه بره فراموشه، بشکنیم بندازیم بره، و بعدم اینکه یک دهشمندی هم به اون سکه‌هایی که توی اون کوزه مینداختن و از سوی کل خانواده به بیرون خونه انجام می شده. اما یک رسم زیبای دیگه هم وجود داشته و اون به اصطلاح پیشبینی آینده بوده. حالا این چگونه بوده؟ یک مجمعی بزرگی رو میذاشتن و هر کسی یک تیکه از یه طلایی، یه چیزی که متعلق بهش بوده رو مینداختن تو، مثلا یه گوشواره، یه انگشتر، یه گردنبند، و مینداختن توی اون ظرف و بعد هم یک تعدادی مثل حالت فال، حالا گذشته تر از بخشای از اوستا و گات ها رو مینداختن، بعد از اسلام از حافظ و اینها شعر مینداختن توش، اشعار گوناگونی رو مینداختن و افراد می اومدن یه بچه کوچکی رو میشوندن، یک بچه کوچیکی رو میذاشتن، میگفتن که مثلا چیزی ندونه از شعر یا مثلا عمدی نداشته باشه تو کارش، میگفتن دست کن از توی این ظرف یک چیزی رو با یه کاغذ در بیار. حالا اون چیزی که در میوردن مال هر کی بوده، گوشواره یا انگشتر، این فال میشده فال اون، و اون کاغذ رو میدادن به مسنترین آدمی که تو اون جمع نشسته بود و اون شعر رو میخون، این میشد فال اون فرد برای سال جدیدش به اصطلاح. اینم باز یه سرگرمی بوده که انجام میشده دوره هم بودن. اسفند حتما در هم شب چله، هم شب جشن سده و هم شب چهارشنبه سوری دود می شده. اسفند همواره به عنوان برطرف کردن انرژی های بد، پاک کردن محیط و به اصطلاح چشم بد یا انرژی همون بد رو دور می کردن، و اسفند رو همیشه بوی اسفند در خانه های ایرانی در هر جشنی معمولا به مشام می رسیده و اینم باز خیلی زیبا بوده، و به ویژه گیاه مورد که ایرانیان خیلی بهش باور داشتن، در همه سفره های ایرانی همواره گیاه مورد رو میگذاشتن به عنوان سبزی زندگی و تندرستی. خب آجیلم که بهتون گفتم همه میخوردن و آجیل مشکل گشا اسمش نام گرفت. بله ما جشن‌های ایرانی رو، جشن‌های عمده ایرانی رو اینجا گفتیم و 6 گاهنبار داریم. من فقط گاهنبارها رو به صورت یک ریویو میگم، برای که همه گاهنبارها به یک شیوه برگزار شدن. گاهنبارها 6 گاهنبار سالیانه داشتیم، جشن‌های بزرگ زرتشتیان هست. در واقع جشن‌های گاهنبار جشن‌های خوراک گسترانی بوده، یعنی خوراک سالیانه رو جشن می گرفتن، پرورش خوراک، دستاورد خوراک جمع کردن رو، محصولات کشاورزی رو، و در واقع فود ساپلای سالیانه یا انبار و ذخایر غذایی سالیانه رو در گاهنبارها جشن می گرفتن. هر گاهنبار 5 روز جشن گرفته می شده، در تمام این 5 روز خوراکی توزیع می شده در جامعه و به ویژه خرید و فروش های خوراکی ها انجام می شده، یعنی محصولات یا بازار خرید و فروش مواد خوراکی یا خاربار ایرانیان بوده این 5 روز. در این 5 روز ایرانیان چه فروشنده و چه خریدار با انصاف و عدالت هرچه تمام تر، هرگز هیچ کس در ایران پیش از اسلام گرون فروشی نمی، به ویژه با خوراکی شوخی نمی کردن ایرانیان، یعنی ما چیزی تحت عنوان احتکار نداشتیم و چیزی تحت عنوان دولاپهنا فروختن مواد خوراکی به مردم و گرسنه نگه داشتن مردم در ایران اصلا در فرهنگ ایرانی زرتشتی جایی نداشته.
کسی از ایرانیان به هیچ عنوان با خوراک مردم شوخی نمی کردن و خوراک فوق‌العاده مقدس بوده. برای همین کشاورزی یکی از مشاغل مقدس در ایران بوده و کشاورزی از سوی خود زرتشت بزرگ در گاتها به شدت ستوده شده، برعکس بازرگانی که ایرانیان خیلی دوست نداشتن، چون دلالی رو ما ایرانیان دوست نداشتیم و تو ملت تولیدی بودیم، پیشه‌وری رو دوست داشتیم، یعنی کارهای مختلف، خدمات مختلف جامعه رو دوست داشتیم، کشاورزی رو دوست داشتیم، پزشکی رو دوست داشتیم، سازندگی رو دوست داشتیم، اما و سپاهیگری رو خیلی دوست داشتیم، کارهای دیوان سالاری رو خیلی دوست داشتیم، اما تجارت جز مشاغل خیلی مورد علاقه ایرانیان نبوده و برای همین هم ما هیچ وقت تاجرین خوب یا بازرگانان خوبی نبودیم، برخلاف چینی ها در همسایگی ما که از زرنگ ترین بازرگانان جهان بودن و دین و ایمونشون پول بود و بیزنس به اصطلاح بازرگانی بود، ایرانیان ملت سازنده و تولیدی بودن و برای همین هم گاهنبارها به شدت در آیین زرتشت مقدس هستند. این 5 روزی که هر گاهنبار رو جشن می گرفتیم، گفتم هم خرید و فروش مواد خوراکی انجام می شد، هم خانهای گسترده ای رو ثروتمندان می انداختن و خوراک رسانی می کردن به جامعه. در آتشکده ها، گاهنبار ها بسیار مفصل برگزار می شده، مراسم گوناگون از موسیقی، از نیایش، از بازی های گوناگون، از آموزش و پرورش کودکان به ویژه در ایام گاهنبارها این 5 روز انجام می شده و اینها در مناسبت هایی هست که در هر فصل می تونیم بگیم یکیش هست. گاهنبارها 7 ویژگی خاص و مهم داشتن. یکی سخاوت، روحیه سخاوت رو پروروندن، این مهمترینش بوده. دوم تقسیم امکانات، تقسیم داشته ها و تقسیم مواد زندگی، مورد نیاز زندگی، ملزومات زندگی، تقسیمش بین جامعه و شیر کردن به اصطلاح با دیگران. سومینش درستکاری یا راستگویی و کردار نیک رو گسترش دادن در جامعه. چهارمینش جامعه رو گرده هم آوردن، اصلا گاهنبار یعنی گاه انباشت، انباشتگی، یعنی مردم با هم جمع بشن، خوراکی ها جمع بشن، گاه انباشت بوده این و برای همین جمعیت و مردم رو دور هم جمع کردن یکی از مهمترین دستاوردهای گاهنبارها بوده یا ویژگیهای گاهنبارها بوده. پنجمینش خالی شدن از خود یا به اصطلاح فداکاری یا به اصطلاح خودخواهی ها رو کنار گذاشتن و به هر آن کس و هر آن چیزی که مورد نیاز هست سرویس دادن، خدمات ارائه دادن و به اصطلاح از خود خالی شدن، از خودخواهی و تکبر انسان ها خالی بودن. و بعد یادآوری روحیه به اصطلاح درستکاری از نیاکان به امروز، یعنی این رو میخوان نشون بدن که ما نیاکان درستکار داشتیم و امروز ما درستکاریم و پس از این هم خواهیم بود، این روحیه رو به مردم نشون دادن. و آخرینش اینکه مهر گسترانی یا لطف به دیگران کردن رو یا به اصطلاح رحم داشتن به دیگران رو نشون دادن و این سواد دهشمندی است یا روحیه به اصطلاح سخاوت رو نشون دادن. این نشون میدن که ما مهر و عاطفه به دیگران نشون میدیم. خب گاهنبارها یک تقویمی دارن که من این رو، و یادمون باشه که همه جامعه زرتشتی اینو در سراسر جهان گاهنبارها رو میگیرن، در همه آتشکده های مراسم برگزار میشه و از 4 آخشیج آب و آتش و خاک و باد یا هوا به اصطلاح و عناصر گیاهی، جانوری و انسانی در اون یاد میشه و ارج گذاشته میشه. 6 گاهنباری که داریم، نخستینش گاهنبار میانه بهاره یا بهش میگن مدیو زارم. مدیو زارم در واقع از 30 اپریل هست تا 4 می.
یعنی این در واقع آخر فروردین رو میتونیم بگیم که شامل میشه. 5 روز. بعدیش میانه تابستانه، یا بهش میگن مدیوشم. مدیوشم از 29 جون هست تا 3 جولای. 29 جون تا 3 جولای در واقع داره همون پایان به اصطلاح خرداد رو بهتون نشون میده، و پایان خرداد و اوایل تیر ماه و اون 5 روز رو دارن جشن میگیرن. بعد میاد هنگام درو، یا به اصطلاح بهش میگن گاهنبار پتیشم. پتیشم در واقع توی سپتامبر برگزار میشه، شهریور ماه و مهر ماه. در مهر ماه 12 سپتامبر تا 16 سپتامبر رو جشن میگیرن 5 روز. بعد میایم به گاهنبار به اصطلاح میشه گفت که پایان پاییز، شامل پایان پاییز میشه، بهش میگن آیاترم. این آیاترم در واقع از 12 اکتبر هست تا 16 اکتبر، و این هم خیلی مهمه که بدونیم که این جشن میانه پاییز خیلی زیباست. نه یعنی در واقع میشه پس از مهرگان یک گاهنبار دیگر خواهیم داشت. این از اون نظر اهمیت داره، چون خود مهرگان به تنهایی یک جشن بزرگه، ولی پس از اون هم ما باز یه دونه جشن به نام جشن پاییزم داریم. میانه زمستان یا مدیارم، این مدیارم در واقع دقیقا میفته به وسط زمستان، پایان دسامبر و تا 4 ژانویه، یعنی 31 دسامبر تا 4 ژانویه که میشه پایان دیماه. و در واقع میانه زمستان موقعی که خیلی سرده و غذا کم بوده، این جشن خیلی اهمیت داشته برای که یه تعدادی از مردم رو از گرسنگی نجات میداده، و رد و بدل کردن مواد خوراکی در میانه زمستان خیلی در خیلی از نقاط ایران به ویژه در نقاط سرسی رو برف و یخبندان که خوراکی خیلی کم بوده، این جشن موجب میشده که مردم از گرسنگی در بخشای از ایران که غیر قابل رفت آمد بوده، به ویژه در بخشایی که بوران و برف های سهمگین می اومد و بهمن می اومد و ارتباطات قطع می کرده، این جشن جان خیلی ها را نجات می داده. و بعد آخرینش هست که جشن به اصطلاح آغاز میاد، آغاز بهار، دیگه زمستان تموم شده و بهش میگن همس پت مدیارم از 16 مارچ هست تا 20 مارچ، و این یکی از گاهنبارهایی است که در واقع میگن که روان نگهبان زمین یا نگهبانان زمین باز میگردن، بهار شده و باز میگردن برای اینکه زمین رو پربار کنن و زمین رو بارور بکنن. این هم خیلی جشن زیبایی است که در بهار، آغاز بهار انجام میشه. اما یادمون باشه در کرمان پس از جنگ جهانی دوم یک گاهنبار اضافه شد به نام گاهنبار تاجی. گاهنبار تاجی فقط در کرمان از جنگ جهانی دوم به بعد به خاطر اون قحطی گسترده‌ای که وارد ایران شد پس از حمله متفقین و گرسنگی آمد، زرتشتیان کرمان دور هم جمع شدند و تونستن جامعه زرتشتی ایران اون زمان رو از مرگ حتمی نجات بدن. این جشنواره تاجی شروع کردن به جمع‌آوری خوراکی از همه نقاط اطراف کرمان، حتی کیلومترها دورتر اینا اومدن مواد خوراکی رو جمع کردن، برای که کامیونیتی زرتشتی، جمعیت زرتشتی ایران، یک جمعیت خیلی ایزوله ای بودن. بیچاره ها میدونین که رسیدگی هایی نمیشد در پایان دوران قاجار و اینا تقریبا در حال از بین رفتن بودند که رضا شاه بزرگ که آمد، واقعا اینها دوباره جون گرفتن و زنده شدن و از هندوستان هم به کمک اینها اومدن پارسیان هند، و این جشن در واقع با کمک پارسیان هند انجام شد. آمدن و خوراکی آوردن برای مردم کرمان و
مردم کرمان را از گرسنگی نجات دادن، به ویژه جامعه زرتشتی، و امروزه تا به امروز این گاهنبار تاجی از سوی کرمانیان استثنا به عنوان هفتمین گاهنبار در ایران، چون میدونیم هدف گاهنبارها خوراکی رسانی به مردم ایران بوده و جشن گرفتن برای اینکه مردم به همدیگه دهش خوراکی بکنن و یه عده زیادی از افراد آسیب پذیرتر جامعه رو این جشن ها نجات میداده، از اون به بعد در کرمان این جشن مونده و امیدوار هستم که مردم ایران در همه جای ایران آغاز کنن به جشن گرفتن گاهنبارها. ایدون که چنین باشه. به ویژه من در این هنگام که شما این جشن‌ها، این آیین‌های بسیار زیبای نیاکانمون رو، سرزمینمون رو میشمردید و میگفتید، در برخی از اونها که هنوز خوب زنده هست و ما زندگی کردیم، برای من یادواره ها و خاطره ها و انگاره ها زنده میشد. در برخی از اونها که خوب نداشتیم، شوربختانه از بین رفته یا به اون شکل، به اون رویدادی که پیشتر داشتیم در سرزمینمون همه جا دیده نمیشه، تنها شنیدیم یا در پژوهش ها خوندیم. البته همونطور که شما فرمودین، هنوز هممیهنان زرتشتی ما نگاهدار و نگاهبان بسیاری از این آیین ها هستند و ما باید سپاسمند اونها باشیم، به خاطری که این آیین سرزمین ما رو اینطور زیبا نگهداری کردن. چیزی که شوربختانه بسیارانی بنا به فراز و نشیب تاریخ و زمان از میون ما مردمان ایران زمین رخت بربسته. چقدر زیبا هستش اینکه شما داشتید میشمردید که هر کدوم از این آیین‌ها و جشن‌ها چه ویژگی‌های برجسته انسانی در ما ایرانیان رو زنده می‌کرده و برای ما چقدر میتونسته نهادینه شدن فرهنگ آفرین. همیاری، همبستگی، مهربانی، دهش، بخشش و زیست بهتر باشه برای یک و اتحاد آزمان. ملی، یک بله، پارچگی یک همازوری، چقدر یک همبستگی. بله، چقدر وقتی که شما اینها رو داشتید میگفتید و اون احساس غرور از با هم بودن، اون احساس سربلندی، دلگرمی، پشتگرمی و این همازوری ها رو وقتی آدم نگاه میکنه، همونطور که شما داشتید اینها رو بر بینندگانمون و شنوندگانمون که ما رو همراه میکنن داشتید میگفتید، من داشتم اینها رو با خودم هی سنجه میزدم با این روزگاری که امروز در سرزمین ما حاکم هستش. ما از هنگامی که از این آیین ها، از این جشن ها دور افتادیم، بسیاری از ویژگی های برجسته و ارزشمند و ارجمند انسانی میبینیم که از حازمان ما امروز رخت بربسته. امید دارم که دوباره زنده نگه داریم. هیچ چیزی زیباتر از شادی نیستش، هیچ چیزی زیباتر از نگه داشتن آیین های نیک و شادمان برای آدم ها نیستش. امیدوار هستم که این خودش یک رزم فرهنگی هستش. امیدوارم که به راستی بکوشیم برای اینکه آینه سرزمینمون رو، جشن هامون رو، هیچ چیزی زیباتر از جشن هایی نمیدونم که شما گفتید، خیلی هم زیبا گفتید، ما میتونیم تمام جشن های تمام سرزمین های دیگر رو هم جشن بگیریم، اما چقدر خوبه که نخست جشن های خودمون رو ارج بگذاریم، زنده نگه داریم و اونها رو دوباره زنده کنیم که تنها یک جشن نیستن. همه اینها در پسش ما میبینیم که چه نگرش ها و فرزانش های زیبایی نشسته که ما امروز بسیار بسیار نیازمند اون هستیم. خیلی خیلی از شما جان. من یه نکته اینجا اضافه کنم. دقت بکنید چقدر جشن های ایرانی غیر تبلیغاتی و غیر اقتصادی هن. یعنی اصلا ساخته نشدن برای کسب و کار. شما در غرب هر چی جشن میبینین همش جنبه پول در آوردن برای عده‌ای رو داره، ولی بله. جشن ایرانی اصلا همه سوشیال هستن، همه اجتماعی و همبستگی و همازوری مردمیه. مفاهیم پشتش تمام از راستی، درستکاری، انسانیت، مهر، هوای همدیگر رو داشتن، همدیگر رو دوست داشتن، به هم دیگه کمک کردن، اینا خیلی مهمه. یا حتی همین دید و بازدیدی که پیش می آمده، دور ریختن کینه ها، ناراحتی ها،
دوباره در آغوش خانواده گرفتن همه ها. اینا رو توی تولیدات خودشون بوده و خودشون درست میکردن، یعنی هیچ سفره‌ای در ایران انداخته نمیشد که تولید خود اون خانواده نباشه، یعنی از میوهش تا دانه هاش تا نمیدونم خود اون خوراکی هایی که میپختن و میذاشتن، همش یک تلاش جمعی بوده برای اینکه فقط با هم بودن تقویت بشه در این مردم و برای اینکه ما از حال همدیگه خبر داشته باشیم و انسانیت رو گسترش بدیم در جامعه. در حالی که شما هر چی که در غرب میبینید جشن ها اکثرشون قراردادیان، یعنی اومدن یه تاریخ رو همینجوری توی تقویم علکی گذاشتن، قراردادی این حکومت یا مبنا اون و ریشه درستی نداره، بله، فلسفه یا فرزانشی رو نیست. تبلیغ نمیکنه، بیشتر اقتصاده، یعنی اینو بفروشن به مناسبت این جشن، اونو بفروشن به مناسبت اون جشن، در که ایرانیان اصلا دنبال این برنامه ها نبودن و این نشون میده دید این ملت چقدر با ملت های دیگه میتونسته متفاوت باشه و چه اندازه حیفه، صد افسوس که ما امروزه این جشن ها رو نه میشناسیم، نه جشن میگیریم، نه مفهوم پشتش رو میدونیم، حتی اگه بله جشن شوبه، میگیریم از مفهومش خالیه، نمیدونیم چرا داریم این کارا رو میکنیم و این خیلی زیباست که از اول اینها رو بشناسیم و آموزش شور بدیم. بختانه اینطور هست. من از شما خیلی سپاسگزاری میکنم برای این پژوهش زیبا، برای این برنامه بسیار زیبا که همه کوشش ما این هستش به راستی این آیین ها رو زنده نگه داریم، دوباره گویی بشه، چند بار گویی بشه، اگر هزاران بار از گفتن این زیبایی ها، این آیین های سرزمینمون و این نگرش هایی که تمام در پس اون وقتی ما نگاه میکنیم یک فرزانشی وجود داره، یک فلسفه وجود داره، یک بنیانی وجود داره در تمام گیتی و در تمام هستی و همش برای ما آموزه هایی هستش برای اینکه بتونیم خودمون رو از لحاظ انسانی، از روی کرده انسانی ارجمندتر کنیم به سمت راستی و نیکی و پاکی. امید دارم که دوباره بتونیم به اون جایگاه راستین خودمون، سرافرازی سرزمینمون و ملتمون برگردیم. خیلی خیلی از شما سپاسگزار هستم مهربانو. زمان برنامه ما خیلی وقته که تموم شده و به پایان رسیده. سپاس از یکایک که دوستانی که با ما همراه بودن، مهر بورزید. رسانه ایرانگرا رو به دوستان خودتون نیکان و همبستگان خودتون بشناسونید، به ما بپیوندین. همه کوشش ما این هستش که پاسدار فرهنگ سرزمینمون باشیم. ما ایران رو از بلندای تیزتون تا سمرقند و بخارا، از دریای همیشگی خروشان و نیلگون شاخاب پارس تا دریای مازندران رو می نگریم. همچون همیشه ستایم دو فر، یکی فر ایران، دیگر فر شاه. آینده ایران، بدرود به همتون. آینده ایران بدرود.